زیارت خرودی به همه شما زائران حسینی عرض میکنم و قطعا زیارت شما مقبول هست در پیشگاه خداوند و خیر مقدم میگم در اینی که در شهر قم که در روایات اش شعار محمد نام برده شده آشیانه اهل بیت در واقع اینجا نام گذاشته شده خیر مقدم به شما عرض میکنم. خب علی قاعده شما باید برای ما صحبت کنید نه من برای شما. وجودتون متبرک شده به مکان عظیمی به نام کربلا، جایی که محبوب خدا، دردانه خدا، محبوب رسول خدا، محبوب اهل بیت در اونجا در حرم اون بزرگوار پا گذاشتید، جایی که امام زمان ائمه ما از امام صادق به بعد در اونجا حضور داشتند، جایی که طبق روایات فرشتگان الهی در آمد و شد در اون مکان هستند. در واقع کربلا به اعتقاد بنده در تمام کره زمین هیچ مکانی به نورانیت و حرمت کربلا نیست، چون تنها در کربلا توحید خدا و دین خدا اثبات شده. در مکه و مدینه دین خدا بیان شده، در کربلا دین خدا عیان شده. در اونجا از توحید گفته شده و در کربلا امام حسین توحید رو نشون داده. امام حسین حقیقتی رو که انبیا از او صحبت کردن و در وجود خودشون هم اون توحید تحقق پیدا کرده، اما امام حسین این توحید رو جلوه در آورده در کربلا، نشون داده که با خدا بودن و ایمان به خدا و یکتایی و خدا محوری معناش چی هست. اینکه انسان از همه موجودیت خودش بگذره و پای خدا بیسته و همه چیز رو برای خدا فنا بکنه. این اتفاق در هیچ نقطه از دنیا نیفتاده، در هیچ مکان مقدسی این اتفاق نیفتاده الا تو کربلا. این هست که جایگاه بسیار عظیمی هست. حتی در روایات ما هست که افراد کربلا رو فقط محل زیارت قرار دادن، محل سکونت قرار ندن. یعنی طرف میخواد زندگی کنه در هر شهری بره زندگی کنه، اما تو کربلا زندگی نکنه. شد به قدر حرمتش بالاست که انسان بخواد اونجا زندگی کنه ممکنه بی حرمتی به اون مکان بشه. اونجا فقط جای زیارته، انسان بره زیارت رو کنه. من چون وقت کم هست و فراز که انشاءالله نزدیک مغرب خدمتاتون را جلازه برسیم، یه چند نکته خیلی مختصر عرض بکنم و سخنم هم سخنیست که از ائمه معصومی سلام الله علیه از اون نقل میکنم. حرف خودم نیست، چون من در برابر شما که از کربلا آمده ای حرفی ندارم. اون چی که بیان میکنم سخنیست که از ائمه ما در رابطه با کسانی که زیارت امام حسین رفتن و حالا میخوان برگردند، در بازگشت باید در چه حس و حالی باشن، اونو براتون نقل میکنم. نکته اول این هست که طبق اون نقلی که در این کتاب شریف آمده، زیارت شما زخران، یعنی یک ذخیره برای شماست در اون عالم، که این رو اینجا انسان حس نمی کنه. پس از انتقال به عالم دیگر خودش رو نشون میده که این زیارت برای شما چه ذخیره بالایی.
از مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری که فرزند کسی است که این حوزه علمی قم رو تأسیس کرد، مرحوم آشهد الکریم حائری. چون وقتی از این دنیا میره بعد به خواب کسی میاد که من وقتی من در قبر گذاشتم فضای کاملا تاریکی بود. مرحوم آقای حائری بسیار فرد با معنویت، با زهد فراوان، با تقوای بالا، مرد عجیبی بود. ایشون من دیده بودم مرحوم آقای حائری رو، صفای باطن عجیبی داشت. با همه این حرفا ایشون میگه دیدم فضا خیلی تاریک هست و از یه نقطه‌ای دیدم نور شروع شد و همه فضا روشن شد. سرمو بلند کردم، دیدم که فرد بسیار نورانی در بالای سرم هست. به من فرمود من علی بن موسی رضا هستم، به مقداری که زیارتم آمدی اینجا بازدیدتونه. هر دیدی بازدیدی داره، خصوصا در کسانی که معادن کرمند، اصول کرمند، کرامت و کرم رو به انسان ها می آموزن، خودشون اهل عمل به این کرامت ها و کرم ها هستند. پس این زیارت ذخیره ایست که در دعای وداع امام حسین آمده، ان یجعله ذخرا، خدایا این رو ذخیره برای من قرار بده. و همین گونه هم هست. و بهترین چیزی هم که آدم اون دنیا میخواد عرضه کنه به خدا همینه. چون برای نمازامون خیلی حساب نمیتونیم بار کنیم، برای روزهامون خیلی حساب بار نمیتونیم بکنیم، برای کارهای دیگرمون همینطور. چون در نماز وظیفه هست انسان انجام بده، واجبه، اما تا قبول بشه خیلی راه داره، خیلی راه. در روایت داره نماز فرد میخونه همون سقف خونش برمیگردونن بهش. بعضیا میره از آسمون اول و دوم و سوم اینا رد میشه به عرش الهی که نماز میره برمیگردونن. میگن این آدم درست حضور قلب داشت اما تو باطنش بوج داره، اینا قبول نمیکنن. اما زیارت اینجوری نیست، رو زیارت میشه حساب کرد. همین که رفتیم در خونه اونها سلامی دادیم حساب میشه به هر شکلی که باشه. و یک مژده‌ای هم بهتون عرض کنم اینه که در زیارت‌های ائمه معصومین داره که زیارت کنید با معرفت، اون وقت ثواب داره. مثلا حتی حضرت معصومه در روایت هست که من زار عمتی به قوم وجبت دخول جنه عارفم به هر باها. اگه کسی با معرفت به حق این خانم به زیارت او بره بهش براش واجب میشه. خب این یک بحث داره که یعنی چی معرفت به حق. مال همه این بحث که زیارت با معرفت اثر داره، مال امام حسین گفتن کسی که زیارت کنه، همین که بره، همین که حضور پیدا کنه، همین که خودی نشون بده، آثار برش مترتبه. این قید تو بسیار روایات امام حسین نیامده. این نکته رو عنایت کنید که چون قضیه دستگاه امام حسین دستگاه جداگانه و هر کسی هم موفق منتها نمیشه بره زیارت. این که از قدم قبوله به خاطر اینکه توفیق زیارت رو از قبل میدن برای امام حسین. نکته دومی هست که زیارت در روایات ما عهدی است که ما با امام می‌بندیم، یعنی حضور در حرم ائمه در واقع یک عهدیست، پیمانیست که زائر با مزور خودش به امامه میبنده که بعد که برمیگرده باید به این عهدش وفادار باشه. اون عهد اون چیزیست که تو زیارت ها میگید اینی سر من به من سارم، این هر من به من هارم، ولی من به من والا کن، عدو من به من آدا کن. اینا عهدیست که با اونها بستید و در بازگشت باید به این عهد انسان وفادار باشه که من تا هستم از در خونه اهل بیت اون طرفتر نمیرم. با هر کی تو خط اهل بیت نیست نیستم، با هر کی که هست
هستم. اللهم لذا در زیارت ودا میخونیم اللهم لا تجعله آخر العهد من زیارت، این آخرین عهد نباشه، بازم بیام با تو پیمان ببندم، بازم بیام و تجدید عهد و میثاق با شما بکنم. ثمره این زیارت باید این باشه که علت زیارت محبت بوده، پس باید تو این زیارت عشق و محبت بیشتر بشه و شده، و باید این محبت رو انسان حفظ کنه، نگه داره. در روایت داریم بعضی ها خدمت امام صادق که میرسید از شاگردانشون میگفتن ما وقتی از پیش شما میایم بیرون نگاهمون به دنیا و عالم عوض میشه، هیچ جور دیگه ای میشه، یه حس دیگه ای داریم. بعد امام بهشون میفرمودن که تلاش کنید این رو حفظش کنید، این حالت و حس در انسان پایدار بمونه. قضا باز در همین دعای ودایی که در کامل زیارت آمده خطاب به امام عرض میکنه که من بر میگردم، از شما انصراف دارم، بر میگردم، اما برگشتن من معناش این نیست که خسته شدم، نه، با یک غمی، با یک اندوهی، با یک عشق بیشتری دارم بر میگردم. مثل اون علی ابن مهزیار که خدمت امام زمان رسید و سه روز در خیمه حضرت بود، بعد حضرت بهش گفتن خب علی ابن مهزیار باید دیگه برگردی، گفت آخه کجا برم؟ تازه شما رو پیدا کردم، تازه با شما انس گرفتم، کجا برم؟ حضرت فرمودن باید بری، وقتی ما به شما دستور میدیم انجام بدید. علی ابن مهزیار هی اساسش رو جمع میکرده، هی برمیگشته آقا رو نگاه میکرده، هی میخواسته بره، هی برمیگشته نگاه میکرده. یعنی در محضر امام، در حرم امام، به طور طبیعی میبایست محبت شما نسبت به قبل از زیارت بیشتر شده باشه، و این شدت محبت رو باید حفظ کنه انسان. یکی از چیزایی که ما خیلی نگرانیم آقا جوانامون چی میشن چی نمیشن، اگه همین جوانا بیان حرم امام حسین دیگه کسی نمیتونه در از امام حسین بگیره. سخنرانی ها یه طرف، کتاب ها یه طرف، در محضر امام بودن ولو در حرم اون یک طرف، به نحوی انسان واکسینه میشه، دیگه کسی نمیتونه حسین رو از اینا بگیره، دیگه نمیشه بگیره، هر کاری هم بکنن نمیتونه، اونی که چشیده اونجا. لذا تو کربلا یه چیزایی رو میدن، آدم اون موقع متوجه نیست، بعدا خواهد فهمید که بهش چیزایی دادن، یه چیزایی میدن بهش متوجه نیست. یکی از اون چیزا همینه، یه عشقی پیدا میشه که اون عشق تو این کلام حضرت اومده، ولا هازا اوان انصرافی اند ولا مستبدلون به کسواک ولا مؤثرون علیک غیرک، من دارم میرم ولی حسین غیر تو رو دیگه جایگزین تو نمی کنم، هیچ کسی رو بر تو مقدم نمی کنم، دیگه کسی جای تو رو نمیتونه تو زندگی بگیره. این اثر زیارته که برای زائر محقق میشه. نکته بعدی که باز در اونجا ذکر شده اینه که در بازگشت زائر باید یه تغییری در زندگی دنیا و مشی دنیایش بده، و اون اینه که در همونجا ذکر شده که دیگه آدم زائر، یکی از دوستان همین سفر اخیر که آلمان بودن در هامبورگ، از ثروتمندای اونجا بود، اومد پیش من گفت من تا الان، تا دو سال پیش مشرف نشده بودم، آدم خوب نماز و روزه بود اینا تو به کار بود، ولی صرف چسبیده بودم به دنیا، هی پول در بیار، هی دنبال پول پول پول، حالا که رفتم و برگشتم میفهمم باید جور دیگه زندگی کنم، یه حسی در اون پیدا شده که دیگه اون شیفتگی رو به اینا ندارم. و رضا نحوه دیگه ای انسان باید به دنیا
نگاه کنه و تلاش کنه بیشتر از این دنیا توشه برای آخرت خودش برداره. مسئله بعدی این که انشاءالله موقع وداع این رو به حضرت عرض کرده باشید، در خیلی زیارت ها وارد شده که استودعک الله و استرعیک، یعنی این چیزایی که ما داریم ودیعه و امانت نزد تو امام حسین میذاریم. این یک. شیطان حکم راهزن داره، دزد داره. کار شیطان اینه که ما رو، ایمانمون رو، تقوامون رو، محبتمون رو بدزده. کارش اینه، با فوت و فن خودش این کار رو بخواد انجام بده. خاصیت این زیارت اینه که انسان بگه من اون چرا که دارم امانت نزد شماست. وقتی امانت گذاشتیم دیگه دستبرد شیطان دیگه وجود نداره اونجا. یه همچین بیمه هم در زیارت ها وجود داره. و از ترعیک، یعنی از تو میخوام در زندگیم تا بیان تو اون عالم رعایت منو بکنه، توجهت به من باشه که هست. زائر امام حسین مورد توجه هست در شرایط و حالات مختلفی که براش وجود داره. عرض پایانیم که ساعت 5 دیگه من از ما حرکت کنیم این هست که من خودم وقتی کربلا مشرف میشم بعد از اینکه زیارت امام حسین رو میکنم میام کنار ذریح انصار امام حسین، یاران امام حسین، اونجا به جای زیارت نامه حرف میزنم باهاش. میگم خوش به حالتون، چه سعادتی داشتید ناصر امامتون بودید، یار امامتون بودید، در گرد جمال او عاشقانه مثل پروانه چرخیدید، سوختید و نامتون تا ابد باقی موند. چی میشه ما یار امام زمانمون بشیم؟ ما هم جزء انصار مهدی بشیم، ما مثل شما جانفشانی کنیم. یکی از آثار زائر در بازگشت باید این باشه که محکم تو صف ناصران امام زمانش بره و جزء منتظران مهدی قرار بگیره، که مهدی منتقم جدش حسینه. و لذا امیدواریم خداوند توفیق رو به همه بده که زائری ما به ناصری ما و ناصر بودن ما و یا بودن ما انشاءالله ارتقا پیدا کنه و یک زائری باشیم که یاریگر اماممون و دینمون قرار بگیریم. خب زیاده مصدع اوقاتتون نمیشم و انشاءالله که از خدا میخواهم به همه ما توفیق بده که مجدداً به خدمت گذاری و به زیارت آستان و مقدس اهل بیت خصوصاً سید الشهدا نائل بشیم و انشاءالله اون هدایا و مواهبی که به خوبا میدن به ما هم بدن، اون عنایاتی که به اونها دارن به ما هم انشاءالله داشته باشن. خلاصه سعدی حرف خوبی داره، میگه سعدی کتاب به خودش میگه که اون چه که برای انسان ذخیره هست و اصل محبت هست عشق محمد و سست و آل محمد. الله صلی علیه. سعدی اگر بله خداوند روز به روز این عشق رو، این محبت رو در دل انسان زیاد کنه که عشق ائمه خدا و معصومی بهترین و عالی‌ترین ذخیره و عالی‌ترین ارزش و عالی‌ترین چیزی است که انسان رو به بالاترین کمالات معنوی نائل میکنه. امیدواریم که خداوند این رو در دل ما زیاده بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.